برنامه را با چند خبر کوتاه ادامه می دهیم. همزمان با فرارسیدن سال روز شهادت امام هادی علیه السلام در سوم ماه رجب، مراسم سوگواری و عزاداری در مساجد، حسینی ها، حیات مذهبی، تکایا، مراکز دینی و فرهنگی و برخی منازل شیعیان و عاشقان اهل بیت عصمت طهارت علیه السلام در سراسر جهان برگزار می شود. به همین مناسبت مساجد، حسینی ها و مراکز مرتبط با دفتر بزرگ مرجع جهان تشیع آیت الله العظمی سید صادق حسینی شیرازی دامظلو در شهرها و کشورهای مختلف جهان مراسمی به همین مناسبت برگزار کردند. بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهد که حکومت طالبان از زمان به قدرت رسیدن در آگوست 2021 تا کنون بیش از 2000 شهروند افغانستانی را به طور خشونت‌آمیز بازداشت کرده است. مؤسسه حقوقی راواداری ضمن اعلام این خبر اعلام کرد که بیشتر این افراد کارمندان دولت سابق، خبرنگاران، روزنامه‌نگاران، فعالان حقوق بشری، علمای دینی، ساران قبایل و شهروندان غیر نظامی هستند. یک گروه حقوق بشری و 160 نفر از میانمار شکایتی کیفری در آلمان علیه ارتش این کشور آسیایی تنظیم کرده و به دنبال مجازات ژنرال های میانماری به اتهام نسل کشی، جنایات جنگی و علیه بشریت هستند. در شکایت نامه علیه ارتش میانمار توسط گروه فورتیفای رایت شاکی این پرونده بابت ارتکاب جنایات در میانمار پس از روی کار آمدن ارتشی ها در این کشور در 2021 و در جریان سرکوب های 2017 علیه مسلمانان روهینگیا شواهدی ارائه شده است. مدارس دولتی شهر کمبریج اولین مدارسی هستند که برای دانش آموزان و کارکنان مسلمان خود فضایی را برای انجام مناسک دینی اختصاص دادند. زکیه ویتر سپونیکی از کارمندان یک مدرسه سالها در رختکن و پشت قفسها نماز می‌خواند، زیرا در محل کار مکان مشخصی برای نماز خواندن وجود نداشت. به همت و تلاش او اکنون این نمازخانه ها دایر شده است. روزنامه تایمز با انتشار گزارشی که توسط کنستانس کمپ فنر تهیه شده اعلام کرد دو دختر مسلمان فرانسوی یک وبسایت برای کمک به زنان محجبه به منظور پیدا کردن کار راه اندازی کردند. بر اساس قانون سکولاریسم یا جدایی کلیسا از دولت، بخش عمومی فرانسه استفاده از نمادهای مذهبی مانند حجاب، صلیب یا کلاه یهودی را در حین کار اجازه نمی دهد، اما در بخش خصوصی مسئولان در بیطرفی مذهبی آزاد هستند. وزارت امور خارجه فرانسه روز گذشته سه‌شنبه اعلام کرد 15 زن و 32 کودک را که در اردوگاه‌های داعش در شمال شرق سوریه نگهداری می‌شدند به فرانسه بازگرداندند. این وزارتخانه در بیانیه اعلام کرد کودکان زیر سن قانونی به سازمان‌های کمک رسانی به کودکان تحویل داده شده‌اند و پیگیری‌های پزشکی و اجتماعی برای آنها انجام و افراد بزرگسال به مراجع ذی‌صلاح قضایی تحویل داده شده‌اند. مسئولان سازمان حج و زیارت ایران اعلام کردند که 1,050,000 نفر زائر در صف برای سفر حج هستند که بسیاری از این زائران سنشان بالا رفته و باید کاری کنیم که زودتر مشرف شوند. این مسئولان در ادامه درباره هزینه حج برای حجاج ایران گفتند هزینه حج سال آینده حدود 150 میلیون تومان است. سازمان دفاع از حقوق شیعیان شیرایس واچ با صدور بیانیه رسمی خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط حجت الاسلام شیخ حسن الخویلدی خطیب سرشناس شیعی عربستان که توسط نیروهای امنیتی آل سعود بازداشت شده گردید.
گفتنی است شیخ حسن الخویلدی از روحانیون کاملا غیر سیاسی شیعه در عربستان به شمار می رود و علت بازداشت وی مشخص نشده است.